نگاهی اجمالی به تاریخ کوهن ایران زمین و تاریخ جهان نشان می دهد که همیشه گروه ها و حکومت ها چند سباهی آمدند قدرت را در دست گرفتند و رفتند آنها هیچگاه ماندگار نبودند اما در مقابل این حکومت ها برخی از مکاتب الهی پابرجا باقی ماندند نگاهی به تاریخ کوهن ایران از دوران ساسانیان و هخامنشیان تا تاریخ نزدیکتر یعنی قاجار و پهلوی نشان می دهد. حکومت هایی که در این سالیان دراز در کشور حاکم شدند همیشه شامل افرادی با تفکری خاص یا قومیتی خاص بودند که بر ملت متکسر ایران زمین حکومت کردند زمانی بسیار دور در ایران زمین فردی کفاش زاده حق تحصیل نداشت و این عدم برابری در تحصیل که کوچکترین حق یک انسان است در آن دوران از او گرفته شد و بعدها حق تجارت به عدهای خاص واگذار شد و بعدها حق تملک زمین از بسیاری گرفته شد و چه اصفناک است که در برخی از این دوران تاریخی بعضی حتی حق حیات هم نداشتند رعیت به دنیا می آمدند و رعیت از دنیا می رفتند در دوران پهلوی تفکر حاکم هر تفکری جز تفکر شاهنشاهی را بر نمی تافت بررسی زمان حال هم نشان می دهد. در حال حاضر حق داشتن آگاهی و دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بیان وجود ندارد نکته بسیار مهم و مشهود در دوران قدرت گرفتن افراد و گروه ها این بود است که همه در زمانی که قدرت را در اختیار داشتند دیگر افراد و گروه ها را دشمن قلم داد می کردند. و ادبیات مقابله با دیگر گروه ها هم در نهایت جز زندان و گلوله و شکنجه نبود. هیچ حاکمیتی در ایران نیامد تا با دیگر تفکرها و اندیشه ها با ادبیات خودشان صحبت کند و قضاوت را به مردم بسپارد که در انتخاباتی آزاد و منصفانه چه گروهی را انتخاب کنند. و این موضوع پاشنه یاشیل تمامی این حاکمیت ها بوده است که بعد از مدتی به نابودی آنها انجامید اما چرا مکاتب ماندند؟ بررسی مکاتب الهی ما را با اصل بنیادی کرامت انسانی مواجه می کند که برابری در این اصل بنیادی جای میگیرد گیرد برابری جزو بدیهی ترین اصول مکاتب الهی است چنانچه در قرآن و روایات آمده است اسلام امتیاز طلبی های مبتنی بر ثروت و قدرت را محکوم می کند. و گفتند ما دارایی و فرزندانمان از همه بیشتر است و ما عذاب نخواهیم شد بگو پروردگار من است که روزی را برای هر کس که بخواهد گشاده یا تنگ میگرداند لیکن بیشتر مردم نمیدانند آیای 35 و 36 سوره سبا و برای خصائص نژادی نقشی در تقسیم عادلانه حقوق مردم قائل نمی شود و همه را در برابر قانون یکسان می شمارد آنچنان که پیامبر گرامی اسلام می فرماید مردم همه همچون دندانه های شانه مساوی هند و حقوق و وظایف را در مورد همه به طور متلازم و متساوی تعمین می دهد. حق در مورد کسی به جریان نمی آید مگر آنکه علیهش نیز به جریان در می آید. نهج البلاغه خطبه 216 و به زمامداران و دولت مردان دستور می دهد که همه را در برابر حق یکسان ببینند. ولیکن رعایت حقوق مردم باید نزد شما یکسان باشد. نهج بلاغه نامه 59 و اعلان اشعار مساوات را در جامعه لازم می شمارد و بدانید که همانا مردم نزد ما در حق مساوی هند نهج بلاغه نامه 70 در حال حاضر افرادی که در ایران زمین حاکم هستند و دایی حکومت اسلامی دارند و ترین و کوچکترین اصول آن را انجام نمی دهند و بسیاری از حقوق مردم را نادیده می گیرند و گویی خود را برتر از همه افرادی میدانند که بر آنها حکومت می کنند. اینها نه تنها حقوق شهروندی مردم را محترم نمی شمارند بلکه برعکس آن عمل کرده و حتی حریم خصوصی شهروندان را از تعرض و تجاوز مسون نمی دارند و این را تا مداخله در دفن و کفن افراد و کنترل قبرستانها ها و مراسم ترهیم اموات گسترش دادند. با توجه به این شرایط اصفبار بار بود که میر حسین تصمیم گرفت پا به عرصه رقابتهای انتخاباتی ریاست جمهوری دهم ده گذارد تا جایی که در زمان ثبت نام انتخاباتی خود گفت آمدم تا کرامت انسان را پاس بدارم آمدم تا از حق ملت برای اطلاع از امور کشور دفاع کنم و حامی گردش آزادانه و شفاف اطلاعات برای مردم این ولی نعمتان دولت باشم آمدم تا از آزادی اندیشه و بیان پاسداری کنم و مدافع آزادی های مسرح در قانون اساسی باشم او در بیانیه حقوق بشر و حقوق شهروندی خود به حقوق مخالفان هم توجه نشان داد و به سراحت اعلام کرد باید با اقلیت سیاسی و با رقبا و مخالفان خود منصفانه رفتار کنیم و حقوق آنها را برای رقابت و یا مخالفت محترم شماریم هیچ فردی را شهروند دست دوم تلقی نکنیم کرامت انسانی و حقوق شهروندی اقلیتهای دینی و آزادی عقیده و وجدان را به رسمیت شناسیم و تفتیش عقاید و سرزنش و اقاب افراد به دلیل مسائل اعتقادی را ناپسند شماریم و از آن جلوگیری کنیم. انجام کودتای انتخاباتی و نادیده گرفتن رأی مردم خود شاهدی محکم بر درستی مسیری بود که میرحسین در دوران تبلیغات انتخاباتی بر آن دست گذاشته و تاکید کرده بود. و از این رو در رخدادهای پس از کودتا پافشاری بر کرامت انسانی در کلام و بیانیه های میر حسین نقطه کانونی یافت به گونه ای که در منشور سبز آنجا که اهداف جنبش سبز را برمی شمارد تصریح و تاکید می کند نفی هر گونه انحصار طلبی فکری، رسانه‌ای و سیاسی و نیز مبارزه با حذف فیزیکی هر اندیشه و دیدگاه در سرلوحه اهداف جنبش سبز قرار دارد این سخنان چراغ راه آینده را پیش روی افراد جنبش سبز قرار می دهد. جنبش سبز باید با صدای رسا اعلام کنند در این جنبش هیچ فردی برتر از دیگری نیست و در واقع ادبیات حکومت در جنبش سبز پذیرش حق هر فرد و گروهی با رایت برابری با دیگران و در مقابل قانون است حال با این تفکر باید جنبش سبز در مقابل استبداد از هر نوعش و در هر نظامی واکنش نشان بدهد چه استبداد سکولار و چه استبداد دینی در طول تاریخ بررسی زندگی اجتماعی برخی پیامبران الهی مانند حضرت موسی، ابراهیم و محمد تا برخی اسطوره های تاریخ ایران مانند کاوه ی آهنگر نشان میدهد که آنها در برابر استبداد و ظلم هرگز سر فرود نیاوردند و علت ماندگاری آنها هم همین بوده است. بسیار خانده ایم هنگامی که حضرت محمد صلی الله در شعب ابی طالب به محاصره ای سخت افتاد با وجود سختی ها هرگز تسلیم قدرتمندان نشد و اگر مقاومت و ایستادگی پیامبر و یاران اندک و مقاومش نبود از اسلامی که هم اکنون بیش از یک میلیارد نفر در جهان پیرو دارد نشانی باقی نمانده بود باید در برابر ظلم و استبداد و تاغوت و نشانه های تاغوت یعنی جادوگری و رمالی و همه ریشه ها و شاخه های آن مقاوم ایستاد چرا که دشمن ما افراد و گروه خاصی نیستند بلکه دشمن ما جهل است دروغ است ناکارآمدی در اداره امور است در برابر اینها باید ایستاد آگاهی بخشید مقاومت کرد تا با جلب نظر مردم و وعده و یاری الهی به پیروزی دست یافت وظیفه ما در این مسیر ارزش نهادن به ارزش های انسانی پایه و اصل مقاومت و ارزش نهادن به مقاومت بزرگان جنبش است آگاهی دادن از راهبردهای اصلی جنبش به شمار می رود و شامل همه افراد می شود. حتی باید مستبدین و ظالمان و جادوگران هم در این دایره قرار بگیرند. همانطور که شیوه موسی علیه السلام بود و وی با باطل کردن جادوی جادوگران آنها را به راه حق هدایت کرد. یادمان نرود که نبود یک تا پرستی حتی برای لحظه ای در جامعه و عرصه عمل اجتماعی تا پرستی و حاکمیت استبداد را به دنبال دارد و نباید حتی لحظه ای به سمت تاغوت رفت به یاد بیاوریم و درس بگیریم که حضرت محمد صلی الله ولید ابن خالد را که در مقطعی بیشترین ضربه را به مسلمین زده بود وقتی به اسلام دعوت کرد و پذیرفت در زیر لوای اسلام قرار داد و بزرگترین سردار تاریخ اسلام شد با صدای بلند و رسا باید گفت هر فردی که پذیرای ندای جنبش سبز که تاکید بر رایت اصول کرامت انسانی است باشد در زیر چتر این جنبش قرار خواهد گرفت و با آغوش باز هر فرد یا گروهی که اصل فراموش شده ی تاریخ کشورمان را یعنی برابری حقوقی را بپذیرد از افراد جنبش است و هیچ فردی در کشور متکسرمان به لحاظ قومی و تنوع فکری دشمن نیست که دشمن همه ما جهل استبداد و ناآگاهی است به گفته میر حسین دربندمان باید آگاهی بدهیم و متحد و مقاوم بیستیم و صبر و صبر پیشه کنیم که بر پایه وعده الهی پیروزی ادالت خواهان و حق طلبان حتمی است و روزهای در پیش روی خرداد می تجلی حضور حق طلبانه و آگاهانه ما در سحنه هایی باشد که یادآور روزهای پرشور ایام انتخابات و پس از آن در قالب جنبش سبز باشد.